بر خط خبرها. واکنش ها به سفر کوتاه و اعلام نشده ترامپ به عراق. عراقی ها میگویند به حاکمیت ملیشان بی احترامی شده. آمریکایی ها از تبلیغات انتخاباتی اش انتقاد کردند. 200 حمله، 20 کشته و 10 ها زخمی. مؤسسه حمایت از رسانه های آزاد میگوید 2018 مرگبارترین سال برای رسانه های افغانستان بوده. تلاش مضاعف بریتانیا برای کاهش مصرف پلاستیک. از سال 2020 قیمت کیسه های یک بار مصرف دو برابر می شود. و اختلاف بر سر حداقل سن برای رابطه جنسی در فرانسه. قانون می گوید 15 سال ولی موضوع رضایت جنجالی شده. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. این برنامه رو با خبری آغاز می‌کنیم که دقایقی پیش به دستمون رسید. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی عادل جبیر وزیر خارجه این کشور را پس از 3 سال از سمتش برکنار و به جای او ابراهیم اصاف وزیر پیشین اقتصاد را منصوب کرده. گفته می شود این اقدام در راستای تغییرات در کابینه صورت گرفته و عادل جبیر به سمتی پایین تر محسوب شده. او از این پس به عنوان وزیر مشاور در امور خارجه فعالیت خواهد کرد. همونطور که گفتم خبری که دقایقی پیش به دست ما رسید عادل جبیر وزیر خارجه عربستان از سمتش برکنار شده. آقای جبیر قبل از اینکه وزیر خارجه باشه سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده آمریکا بود و مشاور سیاست خارجی پادشاه عربستان بود. قبل از اون آقای جبیر به گرایش‌هایی که ضد ایران داشت شناخته شده بود و 7 سال پیش بود که وقتی که ایشون سفیر عربستان در آمریکا بود، آمریکا یک شهروند ایرانی آمریکایی رو متهم کرد که می‌خواسته به دستور ایران آقای جبیر رو ترور کنه. در ادامه این بخش خبری بیشتر درباره این خبر باهاتون گفتگو خواهیم کرد. اما برنامه رو ادامه بدیم. سفر کوتاه و از پیش اعلام نشده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به عراق با واکنش‌های زیادی در آمریکا و عراق همراه بوده. گروهی از سیاستمداران عراقی از آقای ترامپ به خاطر از قبل هماهنگ نکردن این سفر با بغداد انتقاد کردند و آن را نشانه بی‌احترامی به حاکمیت ملی این کشور خواندند. در خود آمریکا به خصوص برخی رفتارهای آقای ترامپ که بوی تبلیغات زود هنگام انتخاباتی میداد جنجالی و خبرساز شده. شهریار سیامی گزارش میدهد. سربازهای آمریکایی که در دیدار با دونالد ترامپ فریاد میزنن آمریکا آمریکا، اما نه در آمریکا، که در پایگاه نظامی اسد در استان انبار در غرب عراق. سفر 3 ساعته اعلام نشده و ناگهانی دونالد ترامپ به این پایگاه در روزهای پایانی سال، یک روز بعد از کریسمس، مطابق سنتی که معمولا رؤسای جمهوری آمریکا به جا می آورند. با این تفاوت که آقای ترامپ در اولین سال ریاست جمهوریش این کار را نکرده بود و حالا بعد از انتقادهای زیاد به دیدار سربازان رفته است. با این خبر که تصمیم او برای بازگشت سربازان آمریکایی از سوریه قطعی است. آمریکا نباید به جای هر کشوری در کره زمین بجنگه. تازه خیلی وقتا هزینه‌اش رو هم جبران نمی‌کنن. اگه میخوان ما براشون بجنگیم باید هزینه‌اش رو بدن. بعضی وقتا باید پولش رو هم بدن. ما دیگه احمق نیستیم و مردم دنیا هم ما رو احمق نمی‌دونن. اگرچه رئیس جمهوری آمریکا با سربازان دیدار کرد و عکس یادگاری هم گرفت، ولی دیداری با عادل عبدالمهدی نخست وزیر کشور میزبان انجام نداد. حالا موجی از انتقاد در بین گروه‌های سیاسی و پارلمان عراق درباره این سفر بدون هماهنگی را افتاده. اگرچه دولت عراق میگوید هماهنگی چند ساعت قبل از سفر انجام شده بود و از این سفر خبر داشته. گروه‌های شیعه حامی دولت ایران از منتقدان اصلی سفر رئیس جمهوری آمریکا به عراق بودند. آقای ترامپ در جمع خبرنگاران گفت آمریکا دیگر نمی‌خواهد پلیس جهان باشد
ولی خروج از سوریه به معنای ترک منطقه نیست. راستش اگه لازم شد میتونیم از همین پایگاه برای عملیات در سوریه استفاده کنیم. البته اگه داعش کاری بکنه که ما دوست نداشته باشیم، ما به اونا خیلی سریع و قوی حمله میکنیم که اصلا نفهمن از کجا خوردن. سفر 3 ساعته رئیس جمهوری آمریکا و همسرش به عراق انتقادها و بحث‌های زیادی در رسانه‌های آمریکا راه انداخته. مثل این صحنه که رئیس جمهوری کلاهایی را برای یادگاری امضا می‌کند که روی آن ترامپ 2020 نوشته شده. اشاره به انتخابات آتی آمریکا و البته انتقاد از اینکه آقای ترامپ نباید از سفرهای رسمی برای تبلیغات انتخاباتی استفاده کند. کلاهایی که در راه بازگشت و توقف در آلمان و دیدار با سربازان آمریکایی هم امضا شد. یا انتشار عکس‌های یادگاری در توییتر با اعضای ارتش که در یگان‌های محرمانه خدمت می‌کنند. بعضی‌ها هم انتقاد خود را با سلاح بیان کردند. سفارت آمریکا در عراق هدف چند راکت ناشناس قرار گرفت. حمله‌ای که تلفاتی نداشت. شهریار سیامی، BBC. نفیس کوهنورد خبرنگار ما در عراق میگوید نشانه هایی از عملی شدن سخنان دونالد ترامپ درباره تبدیل عراق به پایگاهی برای حمله به داعش به چشم میخورد. اشاره آقای ترامپ به این که از خاک عراق میتونن برای هدف قرار دادن مواضع داعش استفاده بکنن در سوریه به نوعی همین تایید حرف‌ها و تحرکاتیه که در اطراف مرز عراق و سوریه در جریان بوده و صحبت‌هاش هم زیاد بود. ما خودمون هم همین اخیراً به یکی از پایگاه‌های جدید نیروهای آمریکایی رفتیم که همراه نیروهای فرانسوی هستن. توپخانه‌ای رو که ظاهراً به شکل موقت تشکیل دادن ایجاد کردن که از این یعنی از خاک عراق سوریه را هدف قرار میدن که اون طرف نیروهای داعش مقابل نیروهای مسلح کرد هستن که با اونها دارن میجنگن. وقتی هم که ما رفتیم این پایگاه بسیار فعال بود، اما یک پایگاه دیگه هم که من سال گذشته ازش دیدار کرده بودم و اول مرکز عملیات مشترک نیروهای عراقی و آمریکایی علیه داعش بود، الان تو سفر اخیرم دیدم که خیلی تغییر کرده، خیلی بزرگتر شده و به نظر تجهیزات همیشگی‌تری در حقیقت آوردن اونجا و پرچم آمریکا و بالای این پایگاه نصب شده، در حالی که سال قبل چنین پرچمی اونجا نبود. عملا اونجا الان دیگه که نزدیک شهر قائم عراق در دقیقا در مرز عراق و سوریه هست پرچم آمریکا نصب شده و الان دیگه اینجا پایگاه نیروهای آمریکایی محسوب میشه. همکارم نفیسته کوهنورد بود. اما برای صحبت بیشتر در این باره فرزانه روستایی روزنامه‌نگار از استکهلم سوئد با ماست. خانم روستایی، این صحبت آقای ترامپ که اگر که بخوایم میتونیم از پایگاه در عراق استفاده کنیم برای اینکه علیه داعش در سوریه عملیات انجام بدیم، چقدر انتقاد کسانی رو که مخالف بودن با خروج نیروهای آمریکایی از سوریه خاموش میکنه؟ به نظر من بحثی که آقای ترامپ میکنن، اگر یک کمی نگاه دقیق تری بکنید، بحث دقیقیه. فاصله بین در واقع غرب عراق و خاک سوریه این فاصله زیادی نیست، یعنی به لحاظ صرفه‌جویی در بودجه و شعارهای انتخاباتی داده و دکتریانی که ترامپ داره عملا اینی که دو تا مرکز نظامی قدرتمند، یکی در عراق باشه و دیگری در سوریه باشه و این دو تا کشور به همدیگه چسبیده باشن، یه خورده غیر منطقی به نظر میرسه. من فکر میکنم که اینی که ترامپ اعلام میکنه در صورتی که نیاز باشه ما از نیروهای نظامی که در عراق داریم و در واقع در غرب عراق هست و چسبیده به خاک سوریه هست میتوانیم استفاده کنیم در یک عملیاتی در سوریه، این بحث کاملا منطقیه و این قابل قبول هم هست. مضافم بر این که در واقع میشه گفت که ارتش آمریکا در عراق تسهیلات، امکانات، ارتباطات و لجستیک فوق‌العاده زیادی داره و یه چیزی حدود 20 سال اینها در عراق حضور دارن، اما در سوریه همیشه به صورت موقت اومدن، یعنی وقتی که اومدن قرار بود 3 ماهه باشه، این 3 ماهه چند بار تکرار شد و تمدید شد اما هیچ موقع جدی و ماندگار نبود.
اما آیا این در تضاد نیست با توضیحاتی که آقای ترامپ پیشتر داده بود برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و باز هم تکرار کرد که ما نمیخوایم پلیس جهان باشیم، چون در هر صورت الان عراق رو دارن و میخوان همون عملیات رو از راه عراق انجام بدن؟ ببینید، در هر حال پالیسی دولت ترامپ و آقای ترامپ از دوران تبلیغات ریاست جمهوری اعلام کرد که ما قرار نیست که پلیس دنیا باشیم، قرار نیست که ما هزینه نظم جهان رو بپردازیم، ناتو خودش رو پولش رو بپردازه، ما دلیل نداره در همه جا نیرو بفرستیم و این همه هزینه کنیم. من فکر کنم توی یک چارچوب کاملا تعیین شده و مشخص داره اتفاق میفته، یعنی اینی که آمریکا در زنجیره سه تا کشور پشت سر هم، یعنی افغانستان، عراق و سوریه، نیروی نظامی داشته باشه و هزینه‌اش رو بپردازه، این خلاف اون دکتریانی که ترامپ اعلام کرده، در حالی که میشود این نیروها رو کاهش داد، آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن این رو کاهش بدن، در حالی که نیروهاشون در عراق هست، در حال پایگاه بحرین رو دارن، هر موقع لازم باشه میتونن از پایگاه بحرین استفاده کنن. مضافاً بر این که خروج و ورود نیروهای آمریکایی به یک منطقه در اثر یک بحرانی که اتفاق میفته، این خیلی طول نمیکشه. درسته که آمریکایی‌ها اعلام کردن که ما از سوریه خارج میشیم، اما در صورتی که لازم باشه حتی میتونن از نیروهاشون در بخش‌های دیگر خاورمیانه استفاده کنن و سوریه رو تقویت کنن. من فکر می‌کنم این خیلی اتفاق تعیین کننده نیست و تأثیر خیلی مهمی در حضور آمریکایی‌ها در منطقه نداره. ممنونم ازتون. فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار از استکهلم سوئد. دو خبر کوتاه. کمیته پیگیری واژگونی اتوبوس دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران گفته 5 مدیر و معاون دانشگاه آزاد برکنار شدند. این کمیته دلیل این تصمیم را قصور و بی‌توجهی نسبت به تأمین امنیت تردد دانشجویان و مطمئن نبودن از صلاحیت حرفه‌ای پیمانکار خوانده. واژگون شدن این اتوبوس داخل محوطه دانشگاه 10 کشته و بیش از 20 مجروح به جا گذاشت. نیروی انتظامی به تجمع معلمان مقابل اداره آموزش و پرورش استان اصفهان حمله کرده. گفته شده ماموران به طرف معلمان معترض گاز اشک‌آور شلیک کرده و تعدادی را هم بازداشت کردند. معلمان نسبت به وضعیت معیشتی، گرانی و پایین بودن حقوقشان معترض هستند. فائزه هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، میگوید نظام جمهوری اسلامی دچار فروپاشی محتوایی شده. این نماینده پیشین مجلس به روزنامه مستقل چاپ تهران گفته تنها فروپاشی فیزیکی و ظاهری در حاکمیت اتفاق نیفتاده که دلیلش ارعاب و وحشت علیه معترضان و نگرانی مردم درباره جایگزین حاکمیت فعلی است. خانم هاشمی گفته در حال حاضر نارضایتی بسیار گسترده و عمومی در داخل ایران وجود دارد و از همه اقشار عده‌ای در زندان هستند. فائزه هاشمی از عملکرد حسن روحانی و وزیرانش هم به تندی انتقاد کرده و گفته مقام‌های دولت طوری حرف می‌زنند که انگار خودشان جزو مخالفان هستند. ناصر آملی مقدم، روزنامه‌نگار و سردبیر پیشین روزنامه خراسان از مشهد با ماست. آقای آملی مقدم، شما خودتون تو ایران زندگی میکنید، چقدر این صحبتایی که خانم فائزه هاشمی کرده درباره این فروپاشی محتوایی به نظر شما به واقعیت نزدیکه؟ ببینید، خانم هاشمی به نظرم آنچه که درباره فروپاشی اشاره کردن اولا یه قدری گنگه و بعد هم اون بخشش که تصریح داره قدری اغراق‌آمیزه، در این که بحران‌های تو بر توی کشور باعث مواجهه و دولت روحانی در این هیچ تردیدی نیست، ولی منظور ایشون رو من واقعا دقیق متوجه نشدم. از فروپاشی محتوایی یعنی چی؟ یعنی فروپاشی وجه حقوقی و تئوری که مثلا نظام جمهوری اسلامی، یا نه فروپاشی ساختارهایی درون ساختار اصلی؟ این دو خیلی روشن نکردن. به هر صورت در این که کشور مشکلاتی داره، در این که عرض کنم بعد از این وقایع اخیر و بحث خروج امریکا از برجام و تقابلی که ترامپی های وطنی با دولت انجام میدن، مشکلاتی برای دولت آقای روحانی به وجود آمده و برای مردم به وجود آمده، در این هیچ تردیدی نیست. ولی من گمان میکنم تصویری که ایشون ارائه کردن یه قدری اغراق‌آمیزه.
به نظر شما هدف خانم هاشمی از طرح این موضوع چیه؟ ببینید، من حمله بر صحت میکنم و برداشتم اینه که خانم هاشمی به درستی دارن به دولت هشدار میدن، یعنی دارن به دولت میگن آقا مردم به تو رأی دادن تا تو اعمال حاکمیت بکنی ولو در همون مقداری که قدرت در اختیارت هست. واقعا این انتقاد به جاییست. دولت در بعضی جاها که میتوانه اعمال قدرت بکنه و اعمال حاکمیت در قوه مجریه بکنه به درستی عمل نمیکنه. چون شما پرسیدید ما در ایران هستیم و اینجا چگونه مسائل رو میبینیم، من الان خودم اینجا شاهدم که 2 ماه دولت داره تلاش میکنه که یه استاندار برای خراسان رضوی بگذاره، استانداری که بالاخره متناسب باشه با رأی رأی دهندگان به او، و اینقدر تعلل کردن، اینقدر در واقع کم توجهی به این مسئله کردن که خب این داره مردم رو خسته میکنه. امور اجرایی کشور باید بگذره دیگه. وقتی که آقای روحانی رأی رو از مردم میگیره و یک وزیر کشور محافظه‌کار رو، اما فقط آخه مسئله این مقام ها نبوده آقای عامل مقدم، به مسائل روزمره مردم ایشون اشاره کردن. کدوم قسمت از صحبتهای ایشون رو شما اغراق‌آمیز میدونید؟ همین بحث فروپاشی رو. ببینید، امور روزمره مردم معطوف به همین این به همین که اعمال حاکمیت اجرایی به درستی صورت نمیگیره. معلول اینه که آقای روحانی بین 3 قطب رای دهندگان جریان محافظه‌کار و آینده خودش در این چنبره سزلی گیر کرده و در تصمیم گیری دچار مشکله. دولت باید این مشکلش رو حل کنه. مادام که ممنونم ازتون، عذر میخوام که فرصت بیشتری نداریم. ناصر عاملی مقدم، روزنامه نگار از مشهد. سال جاری میلادی که تنها چند روز از آن باقی مانده، مرگبارترین سال برای خبرنگاران در افغانستان بوده. این یافته نهاد حامی رسانه‌های آزاد در افغانستان است. این نهاد 200 مورد خشونت علیه خبرنگاران در سال 2018 ثبت کرده، یعنی 20% بیشتر از سال قبل. بر اساس این گزارش 20 خبرنگار و فعال رسانه‌ای در این سال کشته شدند. این نهاد مقام‌های دولت را مسئول بیش از نیمی از موارد خشونت علیه خبرنگاران می‌داند. در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ هم گفته حمایت از اطلاع رسانی در افغانستان کافی نبوده. روین رهنوش گزارش می‌دهد. با پاس فداکاری و کارگردهای 1 دقیقه سکوت به احترام خبرنگارانی که کشته شدند. 1 سال گذشته خونین ترین و خطرناک ترین سال برای خبرنگاران افغان بوده. در سال 2018 مستقیما 12 بار کارمندان رسانه ها هدف حمله قرار گرفته اند. آخرین موردش امروز صبح حمله بر یکی از رادیوها. همین صبح امروز هم راکتی به یکی از رادیوهای محلی در هرات شلیک شد. به گفته مسئولین نی، نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان، امسال 34 خبرنگار لت و کوب شدند، 52 خبرنگار دیگر تهدید و توهین شدند و 49 مورد از دسترسی خبرنگاران به اطلاعات جلوگیری شده. مسئولین حکومتی در خشونت علیه خبرنگاران نقش بیشتری داشتند. عاملان خشونت برعکس 2-3 سال اخیر که طالبان و تروریست‌ها و دشمنان مردم افغانستان بودند و در صدی بیشتر مربوط به اونا بود، سال روان میلادی سال 2018 متاسفانه حکومت افغانستان در رأس عاملین خشونت ها قرار گرفته. 55% خشونت ها را حکومت افغانستان و افراد در درون حکومت افغانستان انجام داده. مسئولین حکومت اما میگویند خود خبرنگاران هم غیر حرفه‌ای کار میکنند و مقصر هستند. با این حال به گفته آنها شماری از مسئولین به آزادی بیان عقیده ای ندارند. برخی از همکارا، برخی از کارمندان نهادها به بهانه موجودیت اسناد محرم یک بخش از اطلاعات را انکار میکنند و در اختیار خبرنگارا قرار نمیدند. ما میخواهیم که از طریق ایجاد مراکز یا مراجع مسئول اطلاع‌رسانی معیاری به این مسئله نقطه پایان بگذاریم.
به گفته نی، طالبان و دیگر شورشیان مسئول 23% خشونت علیه خبرنگاران هستند. 2 سال از تشکیل کمیته مشترک حکومت و رسانه ها برای رسیدگی به پرونده های رسانه ای گذشته، اما به نظر می رسد چندان تأثیر نداشته. از 1300 قضیه تنها به 48 مورد رسیدگی شده. وضعیت بد اقتصادی هم بلای جان رسانه ها بوده. چنانچه در 4 سال گذشته بیش از 200 رسانه به دلیل نداشتن بودجه تعطیل شده اند. روین رهنوش، BBC کابل. در خبر دیگری از افغانستان، نیروهای بین‌المللی در این کشور میگویند سخنگوی نیروهای وابسته به داعش در افغانستان کشته شده. به گفته این نیروها، سلطان عزیز اعظم در یک حمله هوایی در ولایت ننگرهار کشته شده. این ولایت پایگاه اصلی داعش در افغانستان است. خبرنگار ما بشیر پیمان از کابل با ماست. بشیر، چی بیشتر میدونیم از این خبر؟ بله، نیروهای حمایت قاطع در اعلامیه گفتند که سلطان عزیز اعظم، سخنگوی شورشیان وابسته به گروه داعش در افغانستان، در یک حمله هوایی در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار که از پایگاه‌های اصلی داعش در افغانستان محسوب میشه کشته شدند. نیروهای امنیتی افغانستان هم این حمله و کشته شدن اعظم را تایید کرده و گفته در این حمله 3 جنگجوی داعش نیز کشته شده. در ماه‌های اخیر و در سالی که گذشت نیروهای داعش در افغانستان فعالیت رسانه‌ای بسیار گسترده نداشته. 3 سال پیش این گروه در افغانستان فقط یک رادیویی که روی موج FM در شرق افغانستان بخصوص در ولایت ننگرهار نشرات داشت را ایجاد کرد. این رادیو هم از سوی نیروهای امنیتی افغانستان هدف قرار گرفت و پس از او فعالیت رسانه‌ای گسترده نداشته در افغانستان. الان چه تأثیر ممکنه بذاره این کشته شدن سخنگوی داعش روی فعالیت داعش روی افغانستان؟ طبعا روی فعالیت‌های رسانه‌ای و تبلیغات ضد دولتی داعش در افغانستان تأثیرات خود را خواهد داشت. هرچند خود گروه داعش یا گروه دولت اسلامی فعالیت‌هاش در افغانستان بخصوص در شمال افغانستان محدود شده و البته با هدف قرار گرفتن و سرکوب این گروه در شمال افغانستان و تسلیم شدن بازمانده های این گروه در به حکومت افغانستان در شمال فعالیتش محدود شده. فعلا کماکان در شرق افغانستان به ویژه در ولایت شرقی ننگرهار فعالیت های داره و مسئولیت برخی از حملات انتحاری را در شهرها هم به عهده میگیره، اما بدون شک تاثیر خود را روی فعالیت این گروه و تبلیغات ضد دولتی که داره و از مردم میخواهد به این گروه بپیوندن تاثیر خواهد داشت. ممنونم ازت بشیر پیمان از کابل. در بریتانیا تلاش های دولت برای کاهش مصرف پلاستیک بیشتر شده. دولت تصمیم گرفته از 1 سال دیگر، یعنی سال 2020 میلادی، حداقل قیمت کیسه های پلاستیکی را 2 برابر کند و آن را به 10 پنس، یعنی حدود 13 سنت برساند. علاوه بر فروشگاه های زنجیره‌ای، مغازه های کوچک هم دیگر اجازه نخواهند داشت به مشتریان کیسه پلاستیکی مجانی بدهند. بهرنگ تاجدین گزارش می‌دهد. آسان، فراوان و رایگان، ولی نه برای سیاره‌مان. کیسه‌های پلاستیکی یک بار مصرف سالهاست به بخشی عادی از خرید تبدیل شدند، ولی تلاش‌ها برای از میان برداشتنشان روز به روز بیشتر می‌شود. بیش از 3 سال است که در بریتانیا مغازه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌هایی که بیش از 250 کارمند دارند موظفند بابت هر کیسه پلاستیکی خرید حداقل 5 پنس از مشتریانشان بگیرند، چیزی که باعث شده در این مدت تعداد کیسه های پلاستیکی که آنها به دست خریداران دادند بیش از 80% کاهش یابد. حالا دولت تصمیم گرفته که از 1 سال دیگر نه تنها حداقل قیمت کیسه ها را 2 برابر کند، بلکه مغازه های کوچک را هم مشمول همین طرح کند. تلی از زباله های پلاستیکی در آب های آزاد. صحنه‌هایی مثل این در برنامه‌های مانند سری دوم مجموعه سیاره آبی توجه جهانی به موزل پلاستیک را بیشتر کرده.
انسان هر سال 8 میلیون تن پلاستیک را به آب می‌ریزد. زباله هایی که کم کم خرد و خردتر می شوند، وارد بدن ماهی ها و پرندگان، زنجیره غذایی و در نهایت بدن خودمان می شوند. همین است که وزارت آموزش بریتانیا هم تصمیم گرفته تا 4 سال دیگر پلاستیک یک بار مصرف را از مدارس حذف کند. برای این کار قرار است به دانش آموزان تنها در بسته های قابل بازیافت شیر بدهند. با استفاده از لیوان های قابل شستشو دانش آموزان را از نی های پلاستیکی بی نیاز کنند و در آشپزخانه مدارس به جای سلفون از فویل آلومینیومی برای پوشاندن مواد غذایی استفاده کنند. بازیافت می تواند نیاز ما به پلاستیک را کم کند، ولی هزینه و میزان مصرف انرژیش بالاست، ضمن آنکه بسیاری از انواع پلاستیک هم غیر قابل بازیافت هستند. شاید فعلا بهترین راه کمک به زمین استفاده چند باره از پلاستیک و کمتر دور ریختنش باشد. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. پارسال در فرانسه قانون جدیدی تصویب شد که هدفش کنترل رفتار جنسی بود. با این حال به توافق نرسیدن روی تعیین حداقل سن برای برقراری رضایتمندانه رابطه جنسی این قانون را ناقص باقی گذاشت و باعث بروز انتقادهای جدی هم شده. گزارش لوسی ویلیامسون از پاریس رو ببینید. آتش جنسی در هر سنی یکسان به نظر می رسد، در هر پارکی و بر روی هر نیمکتی. رابطه جنسی با افراد زیر 15 سال در فرانسه غیرقانونی است، اما برخلاف بریتانیا، در فرانسه سن رضایتمندی برای برقراری رابطه جنسی تعیین نشده. پارسال دادستان‌های فرانسه از صدور حکم جلب برای مرد 29 ساله‌ای که به دلیل رابطه جنسی با دختر 11 ساله به تجاوز متهم شده بود سر باز زدند. استدلال کردند که به دلیل رضایتمندی دختر موضوع تنها آزار جنسی بوده. استفانی دختر زابینه از 13 سالگی مدت‌ها با معلم ورزش 58 ساله‌اش رابطه جنسی داشته. اوایل سال جاری معلم با مجازات 6 ماه زندان و 18 ماه حبس تعلیقی روبرو شد. با این حال به نظر نمی رسد او کمترین زمانی را پشت میله های زندان بگذراند. به نظرم این جدن بیرحمان است. مدیر مدرسه موضوع را یه رابطه عاشقانه توصیف کرد که به نظرم فرافکنی بود. اما شنیدن همین داستان از دادستان ها و همراهی قاضی ها دیگه واقعا افتضاح بود. اوایل سال جاری پارلمان مجازات برای رابطه جنسی با افراد زیر سن قانونی را افزایش داد و به حداکثر 10 سال زندان رساند. اما بحث تعیین سن رضایتمندی از آن کنار گذاشته شد. استدلال بعضی از نمایندگان این بود که تجاوز خواندن رابطه با افراد زیر 15 سال بسیاری از روابط واقعی بین افراد را زیر سوال خواهد برد. رئیس جمهور ما و همسرش زمانی آشنا شدند که او خیلی جوان بود. ما موظفیم که به عشقی که چه بسا با نمونه‌های عادی جامعه سازگار نباشه احترام بگذاریم. مثال نقض من فقط یک نوع از روابط خیلی معموله. خیلی‌ها از سنین مختلف کنار هم کار می‌کنند. این تفاوت‌های سنی تار و پود جامعه ما و فوق‌العاده هستند. همسر آقای مکرون در واقع در مدرسه معلم نمایشش بود. زن متأهلی با 3 فرزند. اینکه چطور برخلاف روال عادی دل این زن رو به دست آورد موضوعیه که خیلی‌ها ازش به عنوان نمونه‌ای از نگاه باز فرانسوی‌ها به عشق یاد می‌کنند. از نظر دیگران اما تنها یک استثناست که رابطه معلم و دانش آموز رو عادی جلوه میده. آتش جنسی در جامعه فرانسه همیشه موضوعی فردی بوده و دولت در آن دخالتی نداشته. یک سال بعد از راه افتادن جنبش میتو علیه جرائم جنسی به نظر میرسد هدف نسل جدید دیگر تضمین آزادی و مخفی‌کاری در زمینه اقواگری نیست و ارزش‌هایی مانند برابری، حفاظت و احترام در رابطه تبدیل به اولویت اصلی شدند. لوسی ویلیامسون، بی بی سی نیوز، پاریس. به پایان این بخش خبر می رسیم. ممنون که با ما هستید.